اولین جلسه از پکیج رایگان کوکیای کافی شاپی. سلام، من غزالم و اینجا غزالیساست. امروز میخواییم ما هم کوکی تیرامیسو درست کنیم. یکی از خفن ترین ها و خوشمزه ترین کوکیه کافی شاپیه که خیلی هم پرطرف داره. بریم که من درستش کنیم. خب بچه ها، من اینجا 90 گرم کره حیوانی دارم که به دمای محیط رسیده و نرم شده. میریزمش داخل کاسه. سی گرم شکر سفید دارم که بهش اضافه میکنم. 60 گرم شکر قهوه‌ای دارم که بهش اضافه میکنم. حالا الان میذارم 2-3 دقیقه با همدیگه کامل هم بخوره. حالا الان به اینجا که رسید، من یه دونه تخم مرغ متوسط دارم که بهش اضافه میکنم و نصف قاشق چایخوری وانیل. اجازه میدیم 20 ثانیه رو کامل هم بخوره. 5 گرم عسل دارم بهش اضافه میکنم. 35 گرم پنیر ماسکارپونه. من 2 گرم هم قهوه فوری دارم که الان با آب جوش مخلوطش کردم و به ترکیبمون اضافه میکنم. دوباره میذارم چند ثانیه دیگه هم بخوره. همه این مواد کاملا مخلوط شد دیگه، من الان کاسه رو باز میکنم از میکسر، بعد بقیه مواد رو با دست باید هم بزنیم. خب حالا الان 1/4 قاشق چای خوری بهش نمک اضافه میکنم. دو گرم پودر کاکائو بهش اضافه میکنم. 4 گرم بیکینگ پودر دارم که اونم اضافه میکنم به ترکیبم. 190 گرم هم آرد قنادی دارم که بهش اضافه میکنم. حالا کامل مخلوط رو هم میزنم تا یه دست شه. بعد از اینکه اینطوری همه مواد یک دست شد، انقدر با لیسک هم بزنین که هیچ گلوله آرد یا پودر کاکائو داخلش نمونه. دیگه اینجا من خمیر کوکیم آماده است. بین 20 تا 40 گرم شکلات چیپسی دارم که دیگه از اینجا به بعدش دلخواه میتونید شکلاتو اضافه کنین و هم میزنم تا کاملا مخلوط شه. دیگه اینطوری که کامل مخلوط شد دیگه خمیر آماده است. حالا الان باید خمیر رو بذارم حدودا نیم ساعت توی یخچال استراحت کنه. خب بچه ها، من دیگه خمیر کوکی رو از یخچال آوردم بیرون بعد از نیم ساعت. الان دیگه میخواییم گلوله کنیم و داخل سینی فر بذاریم. فقط این که اگر میخواییم کوکیاتون یک دست باشه، یک اندازه باشه، مخصوصا که اگه برای از کافه ها دارید سفارش میگیرید و بعد کافه ها دارید کوکی میزنید، حتما سعی کنید که وزن کنید تا یه اندازه باشه. میتونید بین 20 تا 30 گرم، حالا اگر که دوست دارید کوکیاتون یه خورده بزرگتر باشه 30 گرم، اگر که میخواید یه خورده لقمه‌ای‌تر باشه و تعداد بیشتری بهتون بده 20 گرم هم میتونید در واقع اندازه بگیرید و در واقع درستش کنید. حالا من شروع میکنم به اندازه گیری گلوله های خمیرم.
انتها من خمیر کوکی رو به گلوله های 30 گرمی تقسیم کردم. چون این کوکی پف خوبی داره، حتما با دستتون روی گلوله ها رو صاف کنید. قبل از اینکه اینا رو بذارم داخل فر، حتما بذاریدش داخل یخچال یا فریزر 10 دقیقه یک رو به استراحت کنه که یه مقدار خمیر سفت بشه، بعد از پخت دفرمه نشه. تو این فاصله که میخواید بذاریدش داخل یخچال، بذارید حتما یه 10 دقیقه یک رو فرتون از قبل گرم بشه. فرای گازی روی دمای 175 درجه و فر برقی 165 درجه. حالا میذارمش داخل فری که از قبل گرم شده به مدت 10 تا 12 دقیقه. خب بچه ها، کوکی های ما آماده شد. فقط یه چند تا نکته بگم بهتون. تایم پخت کوکی ها بین 10 تا 12 دقیقه است. اگر که بیشتر از این داخل فر بمونه پخش میشه و پهن و نازک میشه، اون حالت کیکیش هم از دست میده. دومی که زمانی که از فر خارجش کردین، اجازه بدید کاملا سرد بشه، کوکی ها شله و ممکنه که شکلشون به هم بریزه. اجازه بدید کاملا سرد بشه و بعد سرو یا بسته بندی کنید. خب بچه ها، اگه از این آموزش خوشتون اومد ممنون میشم. حتما این پست رو لایک کنید، برام کامنت بذارید، همه کامنت ها رو میخونم، با دوستاتون شیر کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا آموزش دیگه، فعلا خدافظ.